با سلام به برنامه تفکر کهکشانی خوش اومدید. این جلسه قسمت سوم هست. ما در جلسات قبلی قسمت‌های اول و دوم در مورد یک نیم نگاهی داشتیم به زندگی آنتونی بورزان که ملقب به بوزان بود و مبتکر تکنیک نقش پردازی ذهنی بود و کسی بود که نقش ذهنی رو پیاده کرد و به این نتیجه رسید که خیلی از این بزرگای ما مثل آلبرت اینشتین و بسیاری از نقاشان بزرگ مثل لئوناردو داوینچی همچین ذهن خلاق و ذهن درختی شکلی داشتن. و در ادامه آقای دکتر یه نقشه ذهنی رو با همکاریشون گام به گام پیش رفتیم و یاد گرفتیم که چطور تخیل پردازی کنیم و یک ذهنی رو داشته باشیم به شاخ و برگ بدیم که بتونیم به تمام چیزایی که میخوایم برسیم. در ادامه میخوایم در مورد نیمکره‌های مغز صحبت کنیم که هر کدوم از اون نیمکره به چه شکله، چجوری کار میکنه. با ما همراه باشین. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالیم که باز به برنامه ما تشریف آوردین. خیلی ممنون. منم یه صبح خیلی دیگه میگم به تمام بینندگان و شنوندگان برنامه تفکر کهکشانی و دوباره بازم تشکر میکنم سرکار نعمتی از شما که با علاقه بسیار زیاد داریم مبحث دنبال میکنیم. من دیدم که گروهی تشکیل دادید و کتاب های زیادی رو در این زمین داریم مطالعه میکنید، برنامه زیادی در این زمین داریم و نشست ها و میتینگ های زیاد داشتید که البته تو بعضی از جلسات منم دعوت کردید و ممنون از شما. خب ما توی برنامه قبلی گفتیم که نقشه ذهنی اینه، من بیشتر صحبت کردم، رسیدیم به نیمکره راست و چپ مغز. ببین مغز انسان طوری طراحی شده که حالا در اصطلاح پزشکی در اعصاب شناسی و روان اینا از دو نیمکره تشکیل شده، نیمکره چپ و نیمکره راست. بله. حالا من اول اینو بگم بعد توضیح بدم که چه مشکلاتی در دانشجوها و محققین و بعضی از پژوهشگران. نیمکره چپ مغز بیشتر مربوط به حفظیات و محاسبات و منطق و اعداد و برحال مدرک گرفتن و همین چیزا هست دیگه، چیزایی که در دانشگاه داشتیم، در مدرسه داشتیم و در دوران ابتدایی داشتیم. پس نیمکره چپ مسئول محاسبات، منطق، آنالیز، بعد جزئی نگره. خب و بعد اینکه بیشتر با محاسبات ریاضی سر کار داره، یعنی من اگه بخوام محاسبات ریاضی رو انجام بدم، خب اگه بخوام محاسبات ریاضی رو انجام بدم، اون نیمکره چپ مغز من طراحی شده اصلا اینجوری طراحی شده. و بعد اینکه حقایق، اون چیزی که الان وجود داره و می‌بینی و حقایق اون داستان زندگیته، خب و محاسبات. ولی در نیمکره راست که مسئول خلاقیت هست و احساسات و رنگ و موسیقی و، یعنی در واقع اینجوری من میگم نیمکره راست هارمونیه، نزد دادن به کارات. وقتی ما موسیقی کار میکنیم دو دست رو داره با هم چیکار کنیم؟ همزمان با هم همزمان هم کار کنیم. خب مشکلی که در بسیار از پژوهشگران و بعضی از بچه ها و دانش آموز و دانشجوها و نوزادان و کودکان هست، حالا نوزاد نه چون نوزاد هنوز وارد دنیایی شده که داستانش با نوجوانان و جوانان و بزرگسالان فهم، من بیشتر روی بزرگسالان در صحبت میکنم و جوانان و نوجوانان. یه ده که خوب میبینی مدرک میگیرن، نمره 20 میگیرن، تو ریاضی قویان، توی فیزیک هم قویان، ولی توی خلاقیت قوی مثلا توی دانشگاه رتبه اول بوده ولی هیچ کالایی نمیتونه تولید کنه، کار نمیتونه واسه خودش رو اندازی کنه، خلاقیت نداره، آدم اکتیو نیست، شاداب نیست، خیلی داستانی بوده مال خلاقیت میاد. بله. اینه که در دانشگاه باعث میشه نیمکره راست شما فاسد بشه و از بین بره و در واقع مرگ نیمکره راست در دانشگاه اتفاق میفته و در مراکز علمی. یعنی خب فکر میکنی های دکتر مشکل از کجاست الان؟ مشکل از اینجاست که ما وقتی که وارد دانشگاه میشیم، وقتی یه جایی میریم چیز یاد بگیریم به مربوط ریاضی و منطق و همین درس فیزیک و جغرافیا و شیمی و غیره، از باید در کنار اون برنامه‌ای باشه در دانشگاه یا در محافل آموزشی که نیمکره راست هم چی بشه؟ فعال. مثلا سن دانشجویی که داره فیزیک میخونه باید کلاس موسیقی هم بره، خاطر نیمکره راستی چی میشه؟ فعال میشه. یا معمولا توی خوابگاه بچه‌ها توی دوران دانشجویی یا هر جایی توی دانشگاه اگه دست راست هست با دست راست می‌نویسه، بعضی کارا با دست چی انجام بده؟ با دست مخالف. با دست مخالف انجام بده. آره. یا بعد سعی کنه قدرت رویا پردازشو ببره بالا که نیمکره راست چی بشه؟ فعال میشه. فعال بشه. پس من برای اینکه بتونم نقشه ذهنی خوبی داشته باشم، کم به محاسبات برسم،
و به علم خودم برسم و همین که اون نیم کره رو فعال کنم باید این کار رو انجام بدیم. و ما کماکان همینجور میبینیم که خیلی از دانشجوها و خیلی از افرادی که در علم حرکت میکنن در زمین تخصصی خودشون خیلی قوی نیستن. میدونی چرا؟ چون دوتا نیم کره فعال نیست. بفهم. پس آی دکتر نظر شما اینه که با همکاری و تعامل این دوتا نیم کره است که باعث پیشرفت هر یه مثال بزنم. آفرین، یه مثال بزنم. الان شما اگه دست راستتو ببندن و پای چپتو ببندن چطور میتونی حرکت کنی؟ اون موقع میتونی حرکت کنی یا دو تا پا حرکت کنی یا با دو تا پا حرکت کنی؟ وقتی شما میدوی، وقتی دو تا دستت آزاد باشه با هم کار کنه و دو تا پات به یه هارمونی برسه و چشمت هم ببینه، اینجوری میتونی بهتر بدوی یا یه دست و پات ببندن؟ مسلما سرعتم خیلی کمتر خواهد بود. اصلا نمیتونی، بعضی موقع استاپ میکنی. پس دو تا نیم کاره مثل دو تا پا و دو تا دست آدمه که هر دو تاش با هم چی بشه؟ همزمان با هم کار کنه یا هارمونی داشته باشه و یک نظم منطقی بین دو تا با هم لینک باشه. حالا اگر لینک هم نباشه فایده ای نداره که بعدا صحبت بکنیم که چطور دو تا نیم کاره راست و مغز با هم ارتباط بدیم. با هم چی بشه؟ فرض کنم من همینجوری توصیه میکنم یه تمام کسانی که ویدیو گوش میدن یا این ویدیو رو دارن تماشا میکنن یا میشنون، مثلا اگر رشته دانشگاهیشون مثلا ریاضیه، فیزیک، هر رشته‌ای می‌خونن، موسیقی هم برن، خیال پردازی هم بکنن، با دست چپ و راست با هم کار کنن، کارهایی رو انجام بدن که اون نیم کارشون فعال بشه. نیم کارشون فعال بشه. اینو باید حتما توی زندگی پزشکی در پیش بگیرن. حالا چون این بحث به درازا میکشه، من تو برنامه بعد میگم. تو برنامه بعد میگم که چه اتفاقاتی حالا پشت این هست. پشت نقشه ذهنی و پشت نیم کره راست و مغز و اینا که خیلی سخت هم نیست، فقط یک سری کار روزمره باید انجام بدید، یه سری تمرین میخواد. تمرین. بسیار عالی، خیلی خوشحال شدیم که در خدمت آقای دکتر بودیم. این برنامه رو هم به پایان میرسونیم. انشالله که تو ویدیوهای بعدی خوشحال میشیم ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.